سرخط تازه ترین و مهمترین خبرها. بعد از 48 ساعت درگیری برنده جنگ شمال افشا شد. بانک آمریکا حساب‌های سفارت افغانستان در واشنگتن را مسدود کرده است. سراج الدین حقانی اگر به رسمیت شناخته نشویم و تهدید علیه ایالات متحده آمریکا ادامه می‌دهیم. به نام خدا و با تقدیم سلام به مجموعه خبری کانال یوتیوب وان اسمارت خوش آمدین. خواهش می‌کنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز کانال یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. مشروع خبرها. بانک آمریکا حساب‌های سفارت افغانستان در واشنگتن را مسدود کرد. روزنامه 8 صبح می‌نویسد بخش انگلیسی سبای آمریکا گزارش داده است که حساب‌های بانکی سفارت افغانستان در ایالات متحده آمریکا بسته شده است و این موضوع به دردسر برای کارمندان این سفارت بدل شده است. سبای ایالات متحده آمریکا به نقل از دو دیپلمات افغانستان در آمریکا که نخواستند دلت ادامه مذاکرات روی این موضوع با وزارت خارجه آمریکا نامهایشان فاش شود، گزارش داده است که حساب‌های بانکی سفارت افغانستان در واشنگتن و دو کنسولگری افغانستان در آمریکا از یک ماه به این سو تعلیق شده است. پس از سقوط دولت پیشین، سفارت افغانستان در آمریکا از کابل بودجه دریافت نمی کند و تلاش می کند تا با کاهش هزینه به کارش ادامه بدهد. طبق این گزارش، پاسپورت های جدید کنسولگری های افغانستان در آمریکا تمام شده است، اما تمدید گزارشنامه هایی که تاریخش تمام شده است ادامه دارد. کارمندان سفارت به علت بسته شدن حساب‌های رسمی بانکی ناگزیر شدند که پول‌ها به دست آمده را به حساب شخصیشان واریز کنند. یک دیپلمات افغانستان در این مورد گفته است که مقام‌های آمریکا به آنها تصدیق کردند که در مورد این موضوع با رسانه‌ها گفتگو نکنند. با گفته این دیپلمات، گفتگوها تا کنون با وزارت خارجه آمریکا انجام شده است، نتیجه نداده است. حدود 90 دیپلمات افغانستان در آمریکا پس از سقوط کابل به دست طالبان باقی ماندند. کارمندان و مقام های نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل متحد نیز شامل این افراد می شوند. دیپلمات های افغانستان در آمریکا گفتند که بسته شدن حساب های بانکی تاثیر منفی روی انتقال پول سفارت از جمله پرداخت معاش و بیمه گذاشته است. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در این مورد گفته است که هیچ تغییری در وضعیت اعتبار بخش اعضای ماموریت افغانستان ایجاد نشده است، اما از صحبت در مورد بسته شدن حساب بانکی سفارت خودداری کرده است. پس از سقوط دولت به دست طالبان، دیپلمات‌های افغانستان از همکاری با طالبان خودداری کردند، هرچند برخی از سفیران پیشین کشور از سمت‌هایشان استعفا داده‌اند. در همین حال، عبدالرؤوف شیرزاد در روی صفحه رسمی فیسبوک خود چنین می نویسد: تازه در نبرد ولسوالی خوست دو مبارز جبهه مقاومت ملی شهید شد. گفته می شود که در این درگیری تا حال از گروه طالبان 12 نفر کشته و 17 زخمی بر جای گذاشته است. با این حال روزنامه 8 صبح می نویسد: جنگ در خوست فرنگ بغلان، باشندگان محل چه می گویند؟ منابع محلی از ولایت بغلان میگویند که نبرد شدید بین نیروهای طالبان و اعضای جبهه مقاومت ملی در ولسوالی خوست فرنگ این ولایت وارد دومین روز خود شده است. منابع مردمی روز سه‌شنبه 5 دلوه به روزنامه 8 صبح گفتند که در نبردها در این ولسوالی چندین ساعت متوقف شده بود، اما لحظات پیش دوباره از سر گرفته شده است. احمد آقا، یک تن از باشندگان خوست فرنگ که خود شاهد درگیری ها است، میگوید که نیروهای طالبان خانه های مردم را در روستاهای کزر، درده، کجنو، گرگانی، باغ شهباز، چرخان، دره چرخ فلک و سراسر دره خوشدره را وارسی خانه به خانه کرده و این وارسی ها ادامه دارد. این باشنده محل میگوید که بزرگان و عالمان این روستا پادرمیانی کردند تا مانع وارسی خانه ها و درگیری بیشتر شوند، اما این تلاش ها نتیجه در پی نداشته است. با گفته او، حتی تلاشی این افراد برای جمع‌آوری اجساد از میدان درگیری نیز به نتیجه بوده و با واکنش تند طالبان روبرو شده است. احمد آقا میگوید که ده‌ها تن از نیروهای طالبان با سلاح‌های سبک و سنگین وارد این روستا شدند. با گفته منابع مردمی، درگیری میان طالبان و اعضای مقاومت 48 ساعت جریان داشته است.
که در نتیجه آن و دو طرف تلفات وارد شده است. هرچند آمار دقیق تلفات روشن نیست، اما شریف الله سنگین مسئول جبهه مقاومت ملی در این ولسوالی میگوید که در این درگیری 20 نیروی طالبان و 6 عضو این جبهه کشته شدند. تلاش شد که دیدگاه مسئولان محلی طالبان گرفته شود و این حال زمینه ارتباط مسئولان امنیتی طالبان فراهم نشد. همچنان این در حالی است که سراج الدین حقانی اگر به رسمیت شناخته نشویم و تهدید علیه آمریکا ادامه می دهیم. روزنامه 8 صبح کابل می نویسد سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان در گفتگو با الجزیره گفته است که اگر آمریکا آنان را به رسمیت نشناسد و تهدید علیه آن کشور ادامه می دهند. سراج الدین حقانی روز شنبه دوم دلوه با الجزیره گفتگو کرده است. او در این مصاحبه گفته است طالبان تا زمانی که آمریکا از رسمیت شناختن آنان امتناع کند به تهدیدهایشان ادامه می دهند. او گفته است که آمریکا با امتناع از به رسمیت شناختن طالبان دروازه های دشمنی علیه مردم افغانستان را کاملا باز نگه می دارد. سراج الدین حقانی خاطر نشان کرده است زمانی که به رسمیت شناخته شدند دیگر تهدیدی برای کسی نخواهد بود. او همچنان گفته است که هیچ سازمان و یا گروه تروریستی در خاک افغانستان حضور ندارند. حقانی تصریح کرده است که طالبان با توافقنامه دوحه با آمریکا پابندند. او افزوده است که آنها از ما خواستند مطمئن شویم که از خاک افغانستان برای حمله به دیگران استفاده نمی شود و ما موافقت کردیم و به این تهدید پابند هستیم. با این حال با گفته او ایالات متحده آمریکا نیز باید به تعهدات خود بر اساس این توافقنامه عمل کند. او به الجزیره گفته است از به رسمیت شناختن ما خودداری میکنند در حالی که به صورت غیر رسمی با ما برخورد کرده و مانعی از تعامل جامعه بین الملل با ما میشوند و این غیر قابل قبول است. حقانی در مورد بازگشت نیروهای امنیتی سابق و صفوف طالبان نیز سخن گفته است. او میگوید که نیروهای امنیتی پیشین نظر به تقوا و درایت در مسائل امنیتی دوباره جذب خواهند شد. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید. ما برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر میگذاریم. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما هستیم. اوقاتی خوش داشته باشین. تا درود دیگر، بدرود.